درود و عرض ادب خدمت دوستان. یک ویدیو کوتاه میخوام بدم در مورد کاری که یکی از بروکرها که قبلا هم سالها پیش من در موردش توی ویدیو توضیح دادم کرده، بروکر افکس پرو، با یکی از دوستان. واجب میدونم که این مورد رو برای دوستان بگم به خاطر اینکه خودم خیلی تعجب کردم که چنین موردی پیش اومده برای این دوستی که برای من ایمیل فرستاده، و من از ایشون اجازه گرفتم که بتونم این رو برای دوستان دیگه باز کنم و شما متوجه بشین که حتی بروکر معتبرم ممکنه کارهایی بکنن که باعث ضرر بیشتر کلاینت‌هاشون یا تریدرها بشن. مورد خیلی مهمیه، به خاطر همین براش ویدیو جدا کوتاه میخوام بسازم که شما اگه با همچین مواردی مواجه شدید بتونید تشخیص بدید و حتما به این شکلی که این دوستمون حسابش رو چک کرده و ویدیو از روش ساخته بتونین این کار رو بکنین، و اگر این مورد پیش اومد حتما بروکرتون رو عوض کنین یا با رگولاتور تماس بگیرین و این موارد رو براشون حداقل ریپورت بکنین که اونا بدونن که چه اتفاقی داره برای کلاینت های یک بروکر میفته. بروکر افکس پرو بروکر است که سالها خدمت داره، و جالب اینجاست که این دوستمون چون مبلغ خیلی سنگینی رو شارژ کرده، چیزی حدود 500,000 دلار، و روی نفت پوزیشن داشته و در این حال که ایشون ضرر کرده باعث شده مقدار زیادی از ضررها، نه به خاطر اینکه خودش ضرر کرده بلکه به خاطر بسته شدن پوزیشن ها در مزنه متفاوت هست. که اول بدون هیچ پیش زمینه دیگه بریم ویدیوها رو ببینیم و بعد بیایم در موردشون بحث بکنیم. خب ببینید، این پوزیشن آخرش 27 شماره پوزیشن هست و یک مبلغ 3/40 لات روی نفت هست، WTI. خب این پوزیشن یه چیزی بود، این سواب هم نداره، این قسمت سوابش صفره و منفی 9240 اینطورا زمانی که ایشون پوزیشن میبنده. دقیق این منفی 9080 دلار ایشون پوزیشن میبنده. این مقدار ضرری هستش که ایشون در واقع کرده. حالا بریم پوزیشن رو ببینیم که چه عددی برای ایشون ثبت شده. این آخرین عددی که میبینید منفی 11440 دلار برای ایشون بروکر ثبت کرد، یعنی بیش از 2400 دلار. دقیقاً 27 هم که میبینید آخرین عدد پوزیشن هست، شماره پوزیشن. پوزیشن شماره 71 آخرین عدداش دقیقاً 30 لات بای هست روی نفت، و میبینید ایشون منفی 7300 دلار سواب داره و منفی 30000 دلار ایشون توی ضرر هست، و مجموع در واقع ضرر ایشون با احتساب سواب شده منفی 30000 دلار. حالا ایشون پوزیشن رو میبنده روی حدودا منفی 30600 دلار. ببینید لحظه که ایشون پوزیشن رو میبنده رو هم ببینید، منفی 30600 دلار، منفی 3660 دلار ایشون پوزیشن رو بست. حالا با همون شماره پوزیشن بریم ببینیم که چه عددی برای ایشون ثبت شده. ببینید همون عدد 71 که ما اونجا داشتیم، آخرین پوزیشنی که 30 لات ایشون داشت، ببینیم چه عددی ثبت شده. منفی 32100 دلار برای ایشون ثبت شده، یعنی 2000 دلار بیشتر از اون چیزی که ایشون ضرر کرده. خب ببینید ایشون ایمیل هایی که برای این بروکر زده بعد از این جریان رو در واقع برام فرستاده که من ببینم که به چه شکل جواب داده این بروکر. در واقع گفته که شماره پوزیشن رو گفته که اختلافی که توی ضرر شما داریم میبینیم به خاطر VWAP هست، Volume Weighted Average Price. این در واقع چیزی که شما برایش توضیح داده، The Difference Between، اختلاف بین دوتا قیمت برایشون محاسبه کرده و ضرب در تعداد 40,000 بشکه نفت که ایشون خریده بوده، دقیقا اون چیزی که ایشون میخواسته رو اینجا در واقع به این شکل براشون توضیح داده، و در واقع یه جوری از زیر بار مسئولیت این در واقع ضرر اضافه بروکر در رفته. بعد یه لینک برایشون فرستاده که order execution رو ببینید، و به نظر من این چیزی که من توی این لینک دیدم چیزی نبود که order execution رو اگر برای شما بیارم، ایشون در واقع این بروکر نوشته که ممکنه قیمت ها متفاوت باشه، یعنی برای خودش دست خودش رو باز گذاشته که هر قیمتی که میخواد
بتونه پوزیشن رو ببنده، مخصوصا برای کسابهای سنگینی که این دوستان، بعضی از دوستان مثل این دوستمون باز میکنن توی بعضی از بروکرها، مبلغ اینقدر سنگین هستش که بروکرها رو طمع برمیداره و ممکن باعث بشه که این کارا رو بکنن و مبالغ کیشون ضرر کرده، منهایت ضرر کیشون خودش کرده سر پوزیشن، مبلغ فوق العاده زیادی هست. من به روش ایشون، این که ما یا مدیر سهام یا حالا هر چیزی رو رعایت کردن کاری ندارم، ایشون دیگه به خودشون مربوطه، ولی در مورد بروکر که کاری که این بروکر کرده با این دوستمون به نظر من کار درست نبود. من شرط مشابه اگر برای خود من پیش بیاد حتما با رگولاتور ارتباط برقرار میکنم و در واقع اعتراض میکنم که رگولاتور ببینه که چه اتفاق میفته. حتی اگر اون چیزی که این بروکر برای خودش اینجا مشخص کرده که باید به این شکل میبوده رو و دست خودش رو باز گذاشته برای اینکه بروکر توی قیمتی که میخواد تو ضرر بیشتر پوزیشن رو ببنده، حتی اگر این به این شکل هم باشه، رگولاتوری باید بدونه که این بروکر ممکنه چه کاری بکنه با مشتریهاش. و به نظر من این کار بسیار غیر اخلاقی هست که این بروکر انجام داده. و اگر شما با مورد مشابهی مواجه شدید، حتما با رگولاتوری تماس بگیرید. بخاطر همین بروکرهایی که رگول هستن، اینجا رگولاتوری میتونه نقشی رو ایفا کنه، حداقل حتی اگه کاری هم نتونه بکنه، به عنوان یک سابقه، یک اعتراض برای یک بروکر ثبت خواهد شد. ممنونم از توجهتون. تا ویدیو بعدی، بدرود.